در تازه ترین تحولات رقابت‌های راهیابی به کاخ سفید، خانم کلینتون فهرستی از 95 فرمانده نظامی ارائه کرد که از نامزدی او اعلام حمایت کردند. این در حالی است که روز گذشته 88 نفر از مقامات ارشد نظامی پیشین گفتند که پشتیبان آقای دونالد ترامپ در راهیابی به کاخ سفید هستند. رقبای اصلی انتخابات با نزدیکتر شدن نخستین مناظره رو در رو بر توانایی‌های خود به عنوان فرمانده کل قوا تاکید دارند. دونالد ترامپ جمهوری‌خواه در کارزار تبلیغاتی خود توافق هسته‌ای را یکی از بدترین توافقات دولت پرزیدنت اوباما دانست که موجب خلق هیولایی در منطقه و جهان شده است. از سوی دیگر خانم کلینتون دموکرات با زیر سوال بردن صداقت رقیبش در تعامل با نیروهای نظامی آمریکا گفته است که آقای ترامپ به رغم ادعای فراوان عملا هیچ برنامه‌ای برای شکست داعش ندارد. گزارشی از فرهاد پولادی. آقای ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه روز گذشته در جلسه پرسش و پاسخ تبلیغاتی که اجرای آن بر عهده ژنرال بازنشسته مایک فلین مدیر پیشین سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا بود گفت توافق اتمی با ایران محصول بی‌کفایتی دولت پرزیدنت اوباما و وزیر خارجه جان کری است. آقای فلین که از حامیان آقای ترامپ و جزو مشاورین نظامی و امنیت ملی اوست، توافق اتمی را به مانند در اختیار گذاشتن تسلیحات اتمی در دست آیت اللهی که همواره شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل سر می‌دهد دانست و از آقای ترامپ نحوه تعامل با آن را در صورت ورود به کاخ سفید جویا شد. First of all, if you look at the policies of Hillary Clinton and Barack Obama, they have created what will. در یک نگاه مشخص می‌شود که سیاست‌های هیلاری کلینتون و باراک اوباما منجر به خلق یک قدرت جهانی و نه صرفاً یک قدرت منطقه‌ای شده است. در چارچوب این توافق آنها هم ثروتمند شدند و هم قدرتمند. این بدترین نتیجه یک مذاکره است. به آنها 150 میلیارد دلار دادیم و نیز 400 میلیون دلار پول نقدی که گفتند برای آزادی گروگان‌ها نبوده. اما این یک دروغ بزرگ است. مانند بیمه درمانی اوباما که آن نیز دروغی بزرگ است را باید به خاطر داشت. نتیجه آن خلق یک هیولاست. ایران 4-5 سال پیش در حال مرگ بود. تحریم ها هنوز پابرجا بود و از بابت آن در حال خفه شدن بودند. عملا رو به موت بودند. توانایی تهدید علیه کسی را نداشتند. الان تهدیدشان علیه اسرائیل جدی تر شده و حتی تهدیدی علیه ما هستند. آقای ترامپ که سابقه خدمت در نیروهای مسلح را ندارد، در ادامه بدون ارائه راه حل مشخصی گفت که در صورت ورود به کاخ سفید این وضعیت بد را دگرگون خواهد کرد. از سوی دیگر خانم کلینتون که سابقه هدایت سیاست خارجه آمریکا را از سال 2008 تا 2012 در کارنامه کاری خود دارد، در جمع هوادارانش در ایالت فلوریدا گفت که رقیبش بارها به کهنه سربازان، فرماندهان نظامی و خانواده سربازان کشته شده توهین کرده است و توانایی مدیریت سیاست‌های امنیت ملی آمریکا را ندارد. خانم کلینتون به سخنان آقای ترامپ در مورد مبارزه و شکست با داعش اشاره کرد. او درباره مبارزه با داعش سخنان متناقضی بیان کرده که باید برای رمزگشایی از آنها وقت صرف کنید. او گفته که سوریه را به داعش واگذار کنیم و همچنین گفته که باید نیروی نظامی زمینی آمریکایی برای شکست داعش اعزام کنیم. او حتی گفته که ممکن است از سلاح اتمی استفاده کند. او سیاست خاصی در مورد تسلیحات اتمی ندارد. او گفته که کشورهای دیگر می توانند بدان دست یابند. او گفته که برنامه سری برای شکست داعش دارد، اما چنین برنامه‌ای وجود ندارد. آنچه مشخص است این است که او هیچ سیاست نظامی ندارد و حتی به همپیمانانمان که برای شکست داعش نیاز داریم نیز توهین می کند. در حالی که اولین مناظره آقای ترامپ و خانم کلینتون قرار است روز دوشنبه 5 مهر برگزار شود، امشب در رویدادی بی سابقه این دو نامزد جداگانه اما پی در پی به سوالات برخی از نیروهای نظامی کنونی و پیشین آمریکا درباره مسائل امنیت ملی و سیاست نظامی کشور پاسخ خواهند داد. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.